HIV'den uzdu. Tabi bu ne? İkisi doyu menhaya. Doyu ikisi menhaya. Duruz. Tufasli ikisi menhaya kadrı mutlaka. İkisi menhaya küçük terazı du. Bir kutlarım sen benimle. Sözü İyen çiksemin karı otoyu yüksemin ayı çiktirdi. Beni doğum ama İyen iyi. İksemin ayı beni doğum ama fidu. İyi kezafı kona. Şey. Kabul lan. Müşkül ikiniz. Hala. Der morda yekez gözüne Suudi nuzulü budene. Suudi nuzulü budene çocuğu mu efendim? Muştabına giriyor. Muştabı miyim tayin alamak mı konu? F prim x. Bir şey çiğ. Men hayır. Rişaş. Yeke. Musbet men. Dürüstü. Pes ne kadar konuyuz? İnce çiğ. Nuzulları mı konu kabili yek. Bediş çiğ mi şey? Suud mu konu? Bazı mı az menfi yek tası? Pes ye kısmet iş nuzulu ye kısmet iş? Suudi. Pes sohbet in ki beyan begim ki aga. Hem varı Suudi'ye hem varı nuzul işte bu. Dürüst mü? Kabul. Hala. Bunda hem varı musbet yani ki hemşe adedi musbet mi şey. Hem varı menfi yani netice hemşe adedi menfi mi şey. Dürüst mü? Kabul. Mükemmel benim kodum ya kişi. Tüyün fasılı ya adet bezer. İlk suda bezer. Benim musbet mi şey menfi mi şey. حالا یه جور دیگه حل میکنم چشم اینجا بابوش درسته؟ مشکلی که نیست؟ قبوله؟ حالا یه جور دیگه هم حل بکنم منفی بودن چشم بچه نگاه کن این مربع کامله x2 منهای 2x به اضافه 1 منهای 4 درسته؟ این چی میشه؟ x منهای 1 به توان 2 درسته؟ مگه این تیکر نمیشه؟ قدر مطلق x منهای 1 کوچکتر از 2 پس به توان 2 هم برسه چی میشه؟ کوچکتر از 4 درسته؟ قدر مطلق یه عددی به توان 2 یا خود اون عدد به توان 2 هیچ فرقی؟ این انگاری اینه دیگه درسته؟ طرفین رو منهای 4 بکنم این همون fx یا نه؟ پس fx کوچکتر از 0 fx کوچکتر از 0 یعنی چی؟ یعنی هم باری من درست؟ اما تست دادن لازم به اینا نبود یه نقطه رو حساب بکن ببین منفی میشه یا مثبت میشه دیگه اگه منفی شد منفی رو بزن اگه مثبت شد مثبت بزن قبوله؟ هفده بیست و یک تابع اف با ضابطه این در بازه صفت ها اکیدن سعودی است اف ایکس اون چی هست؟ رادیکال ایکس به اضافه دوی منهای ایکس در مورد سودی نزولی بودن صحبت کرده پس مشتق بگیرم f پریم x یک بروی دو رادیکال x منهای یک بروی دو رادیکال دوی منهای x درسته؟ قبول؟ مخرج مشترک بگیرم تا یک کسر بشه راحت تعیین علامت بکنم دو رادیکال x در رادیکال دوی منهای x مخرج مشترک بگیرم میشه رادیکال دوی منهای x منهای رادیکال x
درسته قبول پایین که همیشه مثبت پایین چی هست همیشه مثبت قبول دارید چون x که مثبت فرج دو زوج این مثبت این مثبت ضربشون مثبت میشه درسته پس کافی ریشه صورت رو به دست بیارم و اونو تعیین علامت بکنم دیگه درسته قبول دارید ریشه صورت رو به دست بیارم تعیین علامتش بکنم ریشه صورت دوی منهای x مساوی رادیکال x مگه این نباید بشه درسته به توان دو برسونه چی میشه x میشه درسته آقا علامت رو نمیدونم چی هست درست شد یک از این ریشه یکی بزرگتر بدید ببین علامت چی میشه دو بدید ببین مثبت میشه یا منفی میشه منفی میشه پس اینجا میشه درست یکی کوچیکتر بدید مثلا نیم مثبت میشه درسته دامنمون از کجا بود؟ صفر تا دو بود کلن دامنمون صفر تا دو بود درسته چرا؟ از کجا فهمید صفر؟ زیر رادیکال منفی نمیتونه باشه پس این از صفر به بالاست این هم منفی نمیتونه باشه پس از دو کوچیکتره درسته؟ پس کل دامنمون از صفر تا دو بود حواسمون باشه اینجا به بعد نیست اینجا به بعد هم نیست گفته سعودیه درسته؟ کجا سعودیه؟ صفر تا یک پس اون بازمون صفر تا یک درسته پس آمون چه هست؟ یک اف آ رو خواسته دیگه درسته؟ اف آ اف یک میشه چی؟ دو کدوم گذنه میشه؟ یک هست دیگه بله اون دو رو آقا چجوری گفتم بازش صفر دو دامنه تره بشید ببینید این رادیکال نباید منفی باشه پس x بزرگتر مساوی صفر درسته اینم نباید منفی باشه پس دوی منهای x کوچیک بزرگتر مساوی صفر x کوچیکتر مساوی دو میشه پس بازه تعریف دامنه تعریف اون صفر تا دو درسته فهمیدید مشکل که نیست این هست هفده بیست و سه تابمون چی هست؟ اف ایکس مساویه ایکس منهای یک قدر مطلق ایکس درسته؟ در کدام بازه زیر اکیدن نزولی است؟ صحبت از نزول سودی کرده یا نمودار بکشم یا مشتق درسته قدر مطلق داره گفتیم تکلیف قدر مطلق رو مشخص بکنیم پس اف ایکس ما میشه اینطوری برای ایکس های بزرگتر مساوی صفر میشه ایکس دو منهای ایکس قبوله درسته برای ایکس های کوچکتر از صفر منفی ایکس دو به اضافه ایکس اف پریم دو ضابطه ای رو میخواستیم بگیریم چیکار میکردیم؟ ضابطه مشتق میگیریم دو ایکس منهای یک برای ایکس های بزرگتر از صفر منفی دو ایکس به علاوه یک برای ایکس های کوچکتر از صفر درسته؟ گفتیم مساویش رو باید بررسی بکنم الان تو صفر از بالا چند میشه؟ منفی یک از پایین چند میشه؟ مثبت یک پس تو صفر مشتق چپ راستش با هم برابر نیست پس تو صفر وجود نداره این مشتقش درست آقا قبول حالا اینو باید تعیین علامت بکنیم درسته تعیین علامتش رو نگاه بکنید صفر وجود ندارد این کاری ندارم از صفر به بالا از این باید استفاده کنم ریشش چقدره؟ یه دومه از صفر پایین از این باید استفاده کنم ریشش چقدره؟ منفی یه دوم درسته؟ چه؟
Ha inem ye davulmuş o zaman. Asıl nedir? Kabul et. Hoş geldiniz. Hala bacha dikkat bakunid. اینو از صفر به بالا از یه دوم به بالا یه عدد اینجا بزنیم چی میشه؟ این چی میشه؟ منفی میشه. درسته. عدد کوچیک‌تر از صفر بذارم این عبارت چی میشه؟ چرا؟ مثلا منفی سه بذار. مثبت میشه. این جدولش درسته. ما میخوام چی باشه؟ نزول یعنی چی؟ نزول یعنی چی؟ مشتقش منفی. Sift YouTube. Kabul ha. Adı, bu kitabı mesela miyim? Akiden nüzuliye yani f prime x'eş. Tenha fakat küçük de sıfır. Yani beraber iş neyiz. Ama şu an ne var? Bir nokta mı tutuyor? Bir müşkül nedir? Ne tutuyor başta? Akiden nüzuliye. Kedi adım atan aynı nokta müşkül bir şey بعد تو نزولی هم ممکن برابر صفر باشه ممکن نباشه دیگه تو چند نقطه برابر صفر بودن هیچ مشکلی پیش نمیاد تو نزولی نگاه کنیم مثلا یه چنین شکلی را داشته باشیم این چیز نیست این خط افقیه درست یه شکلی داشته باشیم اینطوری بیاد این قرمز بیاد به این مماس بشه توی نقطه بعد دوباره بیاد به این نماس بشه دوباره بیاد به این نماس بشه این تابه همیشه نزولی یا نه اکیدن هم نزولی یا نه ولی اینجا مشتقش چی میشه اینجا مشتقش چی میشه صفر اینجا مشتقش چی میشه صفر چند تا نقطه جدا از هم صفر بشه هیچ مشکلی پیش نمیاد تو اکیدن نزولی پس اکیدن نزولی هم یوارت صفر داشته باشه میتونه آره چند جا صفر بشه هیچ مشکلی پیش رابطه شون که من اکسان چه اکیدن نزولی و نزولی حالی آره نزولی فقط حالت ثابت هم باشه یعنی همیشه صفر هم باشه نزولی میشه ولی همیشه صفر نیست این همیشه صفر نیست که بعضی جاها صفره درست شد این داره بس کن فهمیدید هفده بیست و پنج آقا این تابه را داده f x مساوی چیه؟ x دو منهای دو x در x های بزرگتر مساوی سه یک بر روی x دو بر x های کوچکتر از سه درست در کدام بازه زیر نزولی است؟ صحبت از نزولی شده چیکار باید بکنه؟ مشتق بگیر آقا عبارت دو ضابطه ایه باشه ضابطه به ضابطه مشتق میگیرم این میشه دو ایکس منهای دو فقط مساوی نمیذارم درسته؟ این هم ایکس به توان چی هست؟ ایکس به توان منفی دوی درسته؟ درسته منفیه یه منفی دو به روی اکس سه دیه اکس به توان منفی دوی منفی دو میاد ضرب میشه درسته این تو صفر وجود نداره مشتقش قبول دارید اینجا منفی دو میشه اینجا تعریف نشده میشه پس تو صفر وجود نداره قبوله حتی پیوسته هم نیست تو صفر نگاه کنید تو صفر یه جور بریدگی داره درسته آره اون بریدگی میشه مشتقش آره بریدگیش میفهمیم که تو صفر مشتق نداره تعیین علامت میخوایم بکنیم این اف پریم رو تعیین علامت میکنم آقا از صفر به پایین یه ضابطه داره از صفر به بالا هم یه ضابطه داره پس یه صفر یه جاییه که باید تو جدول وارد بشه درسته چون ضابطه ها عوض میشه درست این کجا صفر میشه یک درسته یک اینجا این چی اینجا یه صفر میشه پس هیچ قبوله حالا بیام علامت این علامت بکنیم عدد بزرگتر از یک بده اینجا چی میشه؟ مثبت میشه یا منفی میشه؟ مثبت این ور
منفی اینجا هم که صفر درسته کل اینه عدد x منفی به توانسته هم برسه میشه منفی میشه مثبت این جدولش درسته قبول حالا چی گفته اکیدا نزول یعنی کجا صفر بازش باز گذاشته. صفر رو بر چی اضافه کردی؟ کجا؟ ریشه دو تا ضابطه نبود ریشه دو تا ضابطه نبود اما مشتق قبل بعد بالاتر از صفر از این ضابطه استفاده می‌کنم پایین تر از صفر از این ضابطه استفاده خود استفاده می‌شه درسته حل کردم 1726 نه ببینید 1726 یکی در مورد مشتقش توضیح دادم یکی هم این که بریدگی میفته تابعی که مثلا دقت بکنی این مدلیه مثلا یه چنین تابعی داریم الان این شاخه رو نگاه کنید سعودیه این شاخه هم نگاه بکنید سعودیه اما کل تابع رو نگاه بکنید نمیشه گفت سعودیه اکیدن سعودیه درست شد چرا؟ داره میره بالا یهو میفته پایین درست شد تو این شاخه مثلا اینجا دو باشه قبل از دو سعودیه بعد از دو هم سعودیه یعنی میتونیم بگیم از منفی بی نهایت تا دو سعودی حتی اکیدنش هم میتونیم بذاریم از دو تا مثبت بی نهایت هم اکیدن سعودیه درست ولی مثلا بگن آقا از منفی یک تا یک چی؟ چیز از منفی دو از منفی سه تا سه نمیشه بفتید جایی که بریدگی میفته ایجاد مشکل میکنه درسته داره میره بالا یهو میاد پایین قبول تو دو این اتفاق افتاده دی. اینجا نمیشه حرفی زد میگه ما نه سعودیه نه نزولیه درسته تا حدودی سعود تا حدودی سعود نه نمیشه چه بفتید یهو میاد پایین درسته ببینین از این سعودی یعنی اگه جلوتر بره بره بالاتر الان این اینجا بالاتر از اینجا درسته در حالی که این جلوتره قبوله پس حالا این تابعی که الان تو 1726 به ما داده یه بریدگی داره مثل این درسته این بریدگی تو دامنه ما نباید بیفته اولا fx منو بخونید من بنویسم 1726 بخون با x منهای 2 منهای 3 درست برای x بزرگتر از 1 میخواد اکیدن سعودی باشه درسته مشتقش باید اولا مثبت باشه ثانیاً بریدگی تو ناحیه نباید بیفته بریدگی تو ناحیه نباید بیفته درسته جانم سوال است پس اون مقداری که مثلا اون ورس فیشه ما دستنشون چیه؟ اون بریدگی چیز نبود که تو صفر بریدگی بود که اونم که تو ناحیه اون نیفته دیگه تو ناحیه بیفته مشکل تو ناحیه بیفته باید بررسی برای اونها اگه مقدار ثانوی این طرفش بره بالاتر از اون مقدار اولشون میشه گفت سعودی آره اگه میشد اینطوری آره
میشه بود. پروسیون رو باید برسی کنم. ولی مومن اون اتفاق نمیفته. درست؟ چون تو بریدی های که به طرف بی نهایت میره، میره بی نهایت یهو میاد پایین. یا میاد پایین یهو میره بالا. چون تو بی نهایت دیگه بریدیگه به صورت حدش بی نهایت بشه. ولی اونا فقط یه نقطه بود که مشکل داشت. آره. خبون؟ مشتق اینو بگیریم. F پریم X چی میشه؟ مشتق صورت در مخرج A در X به اضافه I منحیس منو مشتق مخرج در صورت تقسیم بره مخرج به توان صورت چی میشه؟ A دو منحیس سه A بلاوی دو X به اضافه I منحیس سه به توان دو پایین که منفی نیست درسته صورت باید برای اینکه سودی باشه صورت باید مثبت باشه دیگه درسته آ دو منهای سه آی به اضافه دو بزرگتر مساوی صفر باشه آی منهای دو در آی منهای یک بزرگتر مساوی صفر باشه پس یک و دو مثبت منفی مثبت درست شد تا اینجا فعلا رسیدیم از اینجا به بالا از اینجا به پایین درسته هر جفتش تو گزینه هست درسته این تابع بریدگی داره بریدگی از این جنس داره درسته قبول بریدگیمون کجاست مخرج جایی که مخرج صفر بشه درسته بی نهایت میشه ده. پس مخرج کجا صفر میشه سه منهای آ مخرج کجا صفر میشه سه منهای آ پس این بریدگیمون سه منهای آه بریدگیمون تو اون ناحیه نباید بیفته ما تو چه ناحیه دنبال بازی میکردیم؟ بزرگتر از یک پس این باید بزرگتر از یک نباشه این کجا باید باشه؟ کوچکتر از یک باشه درسته؟ کوچکتر مساوی یک چی میشه؟ آ بزرگتر مساوی دو قبوله؟ حالا دقت بکنید یه دقیقه گزینه سه خود دو بسته هست گزینه چهار خود دو نیست درسته؟ حالا اینجا حواستون باشه یه دقیقه کلمه اکیدن سود اینجا ما سودی رو بررسی کردیم درست شد؟ خود دو بذاریم ببینیم چه اتفاق میفته آ را دو بذاریم اف ایکس میشه چی؟ دو ایکس منهای دو ایکس منهای یک این میشه دو میشه درسته؟ صورت با واخره ساده میشه؟ درسته؟ جاهایی که مخالف یکه x مخالف یک باشه دو میشه x مساوی یک هم تعریف نشده میشه درسته؟ قبول دارید؟ پس این تابع ثابته تابع ثابت اکیدن سودی نیست سودی میتونه باشه ولی اکیدن سودی نیست مشکلش اینجاست فهمیدید چطور شد؟ پس جواب تست چی میشه؟ چهار گزینه چهار میشه فهمیدید؟ اون قسمت پایین نموده بیرد اون طرفش مثل اون سمت منفی یا با اون طرف با قسمت با سب زنگ بالا بیرد اون طرف میشه درمونش گفت مثلا اون اکید نسوریه چجوری بیرد اون طرف؟ مثلا خب نه شکل رو تغییر بدیم از رو نمیتونی تو رو تغییر بدیم میدونم کلا تو حالت دیگه نمیدونم آخه بی نهایت نمیتونی کار رو بکنم تو یه جوری تر این و بیرد منظورت اینه این اصلا نزوله شد درسته نه یه شکل دیگه درست کنیم مثلا رفتیم یه سال شکل بی نهایت اینطوری که به طرف بی نهایت میره نیست حتما توی نقطه خاصی که این مشکلات به وجود نمیاد درست یهو داره مثبت بی نهایت داره میره صعود میکنه بعد میاد پایین از منفی بی نهایت شروع میکنه صعود کردن اف دو شد دو دیگه درسته؟ اف دو شد دو یعنی چی اف دو؟ آنجا به جای به جای آ دو گذاشتیم به جای آ دو گذاشتیم به جای ایکس دو گذاشتیم آ دو باشه این تابع تابع ثابت دو میشه یه جا هم سوراخ باشه یعنی اگر آ تون دو باشه تابع تون نمیشه
تو یک سوراخه بقیه جاها دو. درست. آیا این صاحب تا به اشکیدن سودیه؟ نه سودی هست ولی اشکیدن سودی نیست. فهمیدی چطور شد؟ قبول آقا. 17-27 پیش میکنید آقا گفتین تا به کجا وارون پذیر است وارون پذیر چی بود؟ یک به یک باشه وارون پذیر یعنی یک به یک درسته؟ وارون پذیر یعنی یک به یک یک به یک از نظر نموداری چجوری بود؟ از نظر نموداری خط و فوقی یا قطش نکنه یا یه جا قط بکنه درسته؟ قبوله؟ قبول دارید آقا حالا این چه رفت داره به مشتق ما درسته نگاه کن بچه ها یه چنین شکلی مثلا داشته باشید این تابع پیوسته هستی درسته مثلا تو این بازه مثلا از اینجا تا اینجا یک به یک نیستی درسته قبول دارید یا مثلا این بازه رو در نظرم یک به یک نیست ولی مثلا فرض کنید که قبل این بازه چی؟ فقط این بازه چی؟ فقط این بازه چی؟ درسته؟ یعنی جاهایی که همش صعود بکنه یا همش نزول بکنه یا همش صعود بکنه مشکل پیش نمیاد. فقط این جاهایی که هم صعودی داشته باشه هم نزولی داشته باشه دوچار مشکل میشه. درسته؟ پس من بازه‌ای رو باید در نظر بگیرم که فقط یا نزولی باشه یا فقط صعودی باشه. اون قسمت نداشته باشه. درسته آقا؟ فهمیدید؟ مشکلی که نیست. طبیعی. خوابی حالا پس مشتق بگیر اف پریم ایکس از سه ایکسش فاکتور بگیرم سه چهار مثبت منفی مثبت مهم سودی نزولیش نیست مهم اینه که از یه جنس باشه درسته؟ حالا بازه ها رو نگاه بکنیم بازه دو تا شیش به دردمون میخوره یه قسمتش اینجاست یه قسمتش اینجاست یه قسمتش نزول میکنه یه قسمتش سود میکنه پس یک تا پنج درسته منفی دو تا دو این یه قسمتش اینجاست یه قسمتش اینجاست به دردمون یک تا چهار به دردمون گزینه چهار پس ایده بیستونم فکرم هر کردن درسته؟ نه بیستونم تو اینجا کنون هر کردن رو بس هر کردن بسه تقلی اونا چه هر حالا ایده سی و یک fx چی هست؟ fx شده یک سوم سه منهای آ در x سه به اضافه دو x دو منهای آ x به اضافه میگه فاقد نقطه بحران نیست نقطه بحران چی بود؟ ابتدای بازه که نداره این کلش درسته جایی که مشتق تعریف نشده است جایی که مشتق صفر این که چند جمله ای همیشه مشتق داره درسته
مشتق شم میشه همینطوری اف پریم ایکس میشه چی سه منهای آ ایکس دو به اضافه چار ایکس منهای آ درسته پس این جاییش چون گفت فاقد نقطه برنس پس این جایی صفر نمیشه این عبارت درجه دوم ریشه ندارد عبارت درجه دوم ریشه ندارد چیه؟ دلتش منفی دیگه درسته؟ تمام شد دلتا منفی 16 به اضافه 4 آ در سه منهای آ باید کوچکتر از صفر باشه اشتباه که نکردم منهای من این منها داره دیگه درسته؟ قبوله 16 به اضافه 12 آ منهای 4 آ 2 کوچکتر از صفر به 4 ساده بکنم به منفی 4 کلا ساده بکنم درسته منفی 4 میشه منفی 4 منفی 3 آ به اضافه 4 آ 2 جهت عوض میشه دیگه به اضافه آ 2 درسته پس آ 2 منهای 3 آ منهای 4 بزرگتر از صفر این تجزیه میشه میشه آی منهای 4 در آی منهای به اضافه 1 بزرگتر از صفر درسته چی میشه منفی 1 4 ما میخوایم مثبت باشه درسته درسته آ بزرگتر از 4 یا آ کوچکتر از منفی 1 کدوم گزینه میشه گزینه تو تو کدوم نقطه خود رو کنیم به آمی این نقطه بحرانی بحرانی زبان و کدوم نقطه رو مثلا واقع بشه مثلا توصیح نمیشه نقطه بحرانی یه تعریف داره درسته یا مشتق صفر بشه یا مشتق وجود نداشته باشه یا افتنتای بازه درسته این گفته بحرانی نداشته باشه بحرانی فاقد نقطه بحرانی یعنی بحرانی نداشته باشه پس یعنی از این جنسا نداشته باشه درسته مشتق پذیر نباشد این اصلا چند جمله ای همیشه مشتق پذیری پس از این جنس نداریم درسته ابتدا و انتهای بازه هم نداره چرا این رو کل آر تعریف شده هست پس باید اون یکی را جایی که مشتق صفر بشه وجود نداشته باشه درسته مشتقش باید جایی صفر نشه مشتقش اینه نباید صفر شود پس یعنی ریشه نباید داشته باشد عبارت درجه دوم ریشه ندارد یعنی دلتاش کوچیک‌تر از صفر جانم سوالت چی بود حل شد هفده سی و سه نقاط بحرانی این روس یک مثلث هست اینه منفی دوه آقا نقاط بحرانی اینو میخوام پیدا بکنم نقاط بحرانی ابتنتای بازه این کل آر ابتنتا نداره درسته جایی که مشتق وجود ندارد هست این چند جمله ای همیشه مشتق پذیره درسته جایی که مشتق صفر می شود پس مشتق رو حساب بکن ببینم کجا صفر میشه درسته قبول آقا مشتق رو میخوام حساب بکنم اف پریم ایکس مشتق اولی در دومی دو ایکس در x منهای دو بتوانید به اضافه مشتق دومی در اولی قبول آقا چون ریشه اینو میخوام به دست بیارم تجزیه بکنم خیلی خوبه دیگه چه چیزی مشترکه دو تا x در x منهای دو فاکتور بگیرم از اولی چی میمونه x منهای دو از دومی چی میمونه x پس عبارتمون شد این f پریم x شد
دو x در x منهای دو در دو x منهای این کجا صفر میشه؟ f پریم x مساوی صفر باشه x میشه صفر x میشه دو x میشه یک درسته؟ قبول گفته نقطه اینو بیام تو اینجا نگاه نشون بدیم x رو صفر بدیم x رو صفر بدیم صفر میشه نقطه مانه x رو دو بدیم صفر میشه اینم یه نقطه x رو یک بدیم چند میشه یک x رو یک بدیم یک میشه درسته حالا در مورد این مثلث صحبت کرده درسته قبوله صحبت از متساوی ساقن و قایم و زاویه و اینا شده درسته قبوله ببینیم چرا این چقدره بچه ها این طولش اینجا یکی اینجا هم یکی رادیکال دو میشه قبوله اینجا یکی اینم یکی فیثاغورس برین میشه رادیکال دو این چی میشه رادیکال دو اینجا چنده اولا متساوی ساقنه درسته تو فیثاغورس هم صدق میکنه این بتوانده به اضافه این بتوانده شده این بتوانده پس اینجا قایم الزاوی هستی گزینه چهار هفده سی و پنج هفده سی و پنج دقت بکنید هفده سی و پنج سوال قشنگیه چهار منهای ایکس دو حواستون اینجا هست صحبت از نقطه بحرانی کرده نقطه بحرانی سه جا دنبالش بگردید ابتدای انتهای بازه جایی که مشتق وجود ندارد جایی که مشتق صفر میشه آقا ابتدای انتهای بازه داره این یا نه؟ آره داره چرا؟ چون رادیکاله زیر فرج زوجه احتمال داره بعضی جاها تعریف شده باشه بعضی جاها تعریف نشده باشه درسته؟ پس اول دامنه تعریفش حساب بکنم چهار منهای x دو بزرگتر مساوی صفر این میشه دوی منهای x در دوی به اضافه x بزرگتر مساوی صفر جدولش حساب بکنید جدول تعیین علامتش این جدول تعیین علامتش منفی مثبت منفی درسته؟ دامنه تعریفش کجا میشه؟ منفی دو تا دو پس فعلا دو تا داریم منفی دو تا دو یه منفی دو یه دونم دو فعلا دم دستمون هست درست شد؟ مشکلی که نیست این تا اینجا برم سراغ مشتق افریم ایکس حساب بکنم رادیکال یو مشتقش چی میشه؟ یو پریم به روی دو رادیکال یو میشه منفی دو ایکس این کجا صفر میشه؟ x رو صفر بدیم پس یه دونه صفر هم اضافه شد درسته کجا تعریف نشده میشه؟ دو و منفی دو اونم کسر کردیم دیگه درسته قبوله؟ سه تا چند نقطه بحرانی داره؟ سه تا درسته اما بر اساس کتاب قدیم اگه میزدید بر اساس پارسال میزدید گزینه دو را احتمالا زده ما بازم سه تا میشه یه جایی چون دو منفی دو هم بدست دو منفی دو افتین تای بازه است که یه وای یه پایین شما نسوید این نداره کتاب تحقیق کرده بود که افتین تای بازه رو نقطه بحرانی نگیرید پارسالی ها باید گزینه دو را میزدن امسالی ها گزینه چهار نظام قدیمی هم گزینه دو را بدن ما تعریف نشده نمیشه مشتق کنیم ببینه در تعریف نشده نمیشه ولی چی هست افتنتای بازه افتنتای بازه قدیم حساب نمی کردن الان حساب بودن حواستون باشه اشتباه نکنید چه یه توی جایی مثلا توی مداری که انتهاش باز باشه مثلا میاد تا باز باشه اینجا باز بود یه صحبت از نیست اصلا نمیشه براش من دیگه نمیشه برای که نیستش تو دامنه تعریف برای چی؟
پس اون ابتدا انتها حسابش تو نقطه بحرانی حتما باید تابع تعریف شده باشه. حتما باید تابع تعریف. وقتی که تعریف شده شد بعد میایم میبینیم ببینیم از این سه تا جنس هست یا نه. فهمیدید؟ حتما بله اونجا تعریف شده باید باشه. هفده سی و ششی که حل کرده بودیم، هفده سی و هفت. مجموع نقاط طول نقاط بحرانی با ضابطه این. اف ایکس چی هست؟ نقطه بحرانی. نقطه بحرانی تو دامنه تعریف تابع دنبال سه تا چیز بود. ابتدای باز دامنه تعریفمون، جایی که مشتق وجود ندارد، جایی که مشتق صفر است. اول ببینیم ابتدای بازه داره. این تابع همیشه تعریف شده است. جا؟ 17-37. فرجسه، فرجسه مشکل نداره. فرجه های زوج هست که فرجه های زوج هست که زیر رادیکال منفی نباید باشه. فرجه های فرد همه چیز میتونه باشه. پس این آره. درسته؟ حالا مشتقشو بگیرم. اف پریم ایکس. مشتق اولی در دومه. دو ایکس. فرجسه ایکس. درسته؟ مشتق دومه. مشتق دوم ایکس به توان یک سوم است. میشه یک سوم ایکس به توان منفی دو سوم. منفی دو سوم بیاد پایین میشه فرجسه ایکس دو. درسته؟ پس یک سوم فرجسه ایکس دو ضرب داره صورت ایکس دوی منهای 28. قبوله بچه ها؟ مشکلی که نیست، مشکلی که نیست. اینو یکیش بکنم یک کسرش بکنم که راحت تر. فرجسه سه فرجسه ایکس دو فاکتور بگیرم. این مخرج مشتق، این یکی دیگه. درسته؟ این تقسیم بر این چی میشه؟ میشه همین. درسته؟ این تقسیم بر یکی دیگه، مخرجش یکی دیگه. این تقسیم بر یک میشه خود این ضرب داره صورت. پس میشه 6 x 2. آقا از کجا اومد اینطور؟ هیچ نگاه کن. 2 x فرجسه x ضرب داره 3 فرجسه x 2. درسته؟ این 3 تو این 2 ضرب میشه میشه 6. اینم x. این x به توان 1 سوم ضرب داره x به توان 2 سوم. اینو نگاه کنید. پایه ها یکی ان x توانا رو با هم جمع میکنیم. 1 سوم به اضافه 2 سوم 1 میشه دیگه. این میشه x تو این x ضرب میشه چی میشه؟ x2. پس قبول داشت 6x2 شد یا نه؟ اینم که x2 منهای 28. پس f پریم x چی میشه؟ 7x2 منهای 28 تقسیم بره 3 فرجسه x2. نمیخوام تین علامت کنم که صحبت از تین علامت نیست که. نقطه بحرانی یعنی چی؟ مشتق وجود نداشته باشه، مشتق صفر بشه. مشتقمون اینه. درسته؟ کجا صفر میشه؟ یعنی صورت صفر بشه. درسته؟ درسته؟ پس f پریم x رو مساوی صفر قرار بدیم. یعنی صورت صفر میشه. x میشه 2. x میشه منفی 2. قبوله؟ کجا تعریف نشده میشه؟ مخرج صفر بشه. x مساوی صفر. f پریم وجود نداره. درسته؟ چند تا نقطه بحرانی داریم؟ سه تا. طولاشو خواسته بود. درسته؟ نه، مجموع طولاشو خواسته بود. دو منفی دو طولاشو. گزینه سه دیگه. درسته؟ قبول؟ صفر رو بریم. جایی که مشتق وجود نداره جزو نقاط بحرانیه. 17-40
دیز دو جو چل کن فرداشت شما باز برید فکر بکن بعدشت بعدشت باره همین گفته تعداد نقاط بحرانی رو حساب بکنید FX مساویه قدر مطلق سینوس X درسته تو چه بازه این؟ منفی پی دوم تا پن پی دوم گفتم اگه بتونید نمودار رسم بکنید سریع نمودار رسم بکنید نمودار سینوس که خیلی آشناست درسته؟ یه قدر مطلق میگیرید این سینوس بود درسته؟ اینجا منفی پی دوم قدر مطلق بگیریم درسته؟ این قرمز ها قدر مطلق درسته؟ اینجا پی دوم بود، اینجا صفر بود، اینجا پی دوم بود، اینجا پی بود، اینجا سپی دوم بود، اینجا دو پی، اینجا پن پی دوم درسته؟ اینجا به بعدش نمیخواد، اینجا به قبلش هم نمیخواد، درسته؟ اینجا رو حواستون باشه نقطه های بحرانی نخواسته درسته؟ ابتدا این تایی بازه نیستش چون باز بسته نگفتی جزو شونس که جزو دامنش نیست مگه بسته گفته بردی نقطه هستش نقطه بعد جزو دامن طرفش نیست که درست شد حتما با جزو دامن طرفش باشه بازه باید حتما چی باشه بسته باشه پس این نیست درست شد فهمیدید آقا حالا اینجا مشتق تعریف نشده است اینجا مشتق تعریف نشده است اینجا مشتق تعریف نشده است. چون شکستگی داره درسته اینجا ها مشتق صفره مماس افقی میشه درسته چند تا شد پنج تا شد درسته کدوم گزینه میشه گزینه چهار اون قسمتش شکستگی حساب میشه کجا این آره بله شکستگی